Et tu vas où là? À l'aéroport. Ah oui, quelle surprise! Je pensais qu'on en avait parlé hier, non? On a parlé hier, Je ne veux pas qu'il rentre dans cette maison. Mais Esmaïl, c'est mon ami Mais je le d'enfance. déteste! Tu comprends ça? Non, en fait, tu ne comprends pas. J'y vais à l'aéroport. Suzanne? Sarah? Allez, on s'en va, allez! Qu'est-ce que ça veut dire? Je pars avec les enfants! Comme ça, tu seras tranquille avec ton ami Ismaïl! Son avion va atterrir dans 30 minutes! Allez, les filles, allez vous habiller, on s'en va! Je pars avec les enfants! Comme ça, tu seras tranquille avec ton ami Ismaïl! Ousmaïl, les enfants et moi! فشت خانم کوچولو من وقتی من خوابیدم و تو رفتی پیش مامانم تو بهشت هرچی من میگم بهش بگو باشه گفتی باشه آفرین دختر گلم بابا حالش خیلی بده ولی میخواد من نفهمم میگی من و بابا میخوایم بریم فرانسه تا بابا زود زود حالش خوب بشه بگو مثل من براش دعا کنه تا زود حالش خوب خوب بشه بگو من نمیخوام بابا بیاد پیش شما آخه همون جوری که دلم برا شما تنگ شده دلم برا بابا میمیره بلند نگو باشه بابا خوب چی میشه؟ میشه پوپه دختر پوپه؟ به نظر من همون فرشته خوشگلتر ایشون هم میگن همون فرشته خوشگلتر شما آمده ای دخترم؟ سلام 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 امی جون سلام انا قربونت برم خوبی؟ مرسی هم کجا؟ دمی هم شما آقا خیلی خوب برم چرا بعد قولت هم اومد؟ بعد قول که نیست داداش یه خورده حواس پرته داداش یه سوال داشتم خیلی سعی کردم ازت نپرسم اما نشد اسماعیل اوایل که مجروح شده بودی برای مداوا میخواستم بفرستنت آلمان قبول نکردی حداقل بیش از 10 بار اومدن دنبالت بازم قبول نکردی اسماعیل جان چی شده که میخوای بری؟ اونم با یلدا یه حس آبری یه ندا شاید همون ندایی که من از فرانسه کشوند ایران دوباره دل منو برمیگردونه فرانسه نمیدونم سلام بونجور مسیو بونجور یعنی چی؟ تو برای آقا جون بگو بونجور یعنی چی؟ بونجور یعنی سلام آقا سلام دخترم بفرم
فارسی نه، به فرانسه بگی. بلدی سم. شما باید بگی بونجو مادام. خب حالا اگه بخوایم بگیم سلام خانم کوچولو، چی باید بگیم؟ نمیدونم فشت خانم، تو میدونی کوچولو چی میشه؟ بلیت رفت و برگشت. فهمیدی؟ بلیت رفت و برگشت. انشالله. اینم رسید حواله ارز که برای ایرج برد. دست در نکن. صاحب کن. اینم یه 50 یوروی. دیگه چیه؟ تو که تو جیبت پول نداری، حالا تا یه جایی میرسونتت. دست در نکن. میخوای بگم بچه های سعادت بیان فرودگاه دنبالت؟ نه، اینطوری راحت دارم. پس ببین این لیست شماره تلفن‌های سعادت. نه نمیخوام نسا جان، ممنون. نمیخوام. داداش جانم، تو قربت آشنا به درد میخوره، راست میگه؟ آبجی خیلی هم غریبه نیستم اونجا. حالا خونه یه ایرج واقعا راحتی؟ اون بند خدا یه اتاق برای منو یلدا خالی کرده. فرقی نمیکنه، ایرج هم مثل شماست. چی آبجی چرا بخ کردی آخه؟ تا خدا نخواد برگه درخت نمیفته آبجی. خدا رو شاهد میگم این اولین بار تو زندگیم دوست دارم بمونم. قسمت. این وصیت من. حالا ما عجله کنیم زودتر، پرواز دیر میشه. جونم بابا امورت چرا نیومد؟ نمیدونم بابا، میاد. جونم بابا من خیلی خسته شدم، خیلی وقت داریم راه میریم. قربونت برم. میرسیم. میرسیم میرسیم عزیزم، الان میرسیم. Je descends s'il vous plaît. D'accord monsieur. Merci beaucoup. De rien. Oh, parce que j'ai mis les symphonies à mon Iraj. T'as rien de céder, Bobo John. Tu sais qu'il y a un gars dans les années, je crois, Bobo John. Allez. Fais-y, Stéphane. Tu sais, il y a un gars dans les années, je crois, Bobo John. Allez. نیستم بابا.
نمیدونم بابا، نگران شدم. بابا فرشته میگه سردمه. قربونت برم، بهش بگو طاقت بیاره. فرشته خانم تو هم مثل ما طاقت بیار. فرشته میگه هم سردم هم خستم، هر چی بهش میگم تو هم مثل منم بابا تا قدی هم میگه نه سردم. فرشته حق داره بابا جون، منم خسته شدم. بیا بیا بشینیم اینجا. بشین بشین بابا، بذارش اینجا. آها بشین. تا کی اینجا میمونی؟ تا وقتی خستگی شما در بره. بعد چی؟ بعدش میریم. بعدش چی؟ میگم بهت بابا جون، میگم. اکسکوزی ما بوز اوه فومه؟ دیزوله جفم پا مرسی بابایی. جونم چی گفت؟ هیچی بابا، فندک خواست گفتم ندارم. یلدا جان. بله بابا. بابا یه دقیقه بشین، بذار ببینم میتونم زنگ دیگه به عمو ایرج بزنم. چشم بابایی، فقط زود بیا. باشه بابا. خوش تلفن های اوک بود خود کرد. سلو، ست از تو ست چلی پوپه؟ شو به تو امخانته؟ من نمیدونم شما چی میگین، ولی بابا هم اونجاست، اما اون تلفنه. بریم به اون. بابا نترس خانم من، ببین چقدر تمیز و مرتب شدی. وقتی صورت تو میشوری لپات گلی میشه. بمیشته اینقدر نگو. آخ آخ بابایی، به عمو ایرج زنگ زدی؟ بله بابا. صبحانه آماده است. ایرونی، به خونه یه ایرونی تو غربت خوش اومدی. من اصلا راضی نبودم شما رو اینجوری به زحمت بندازیم. یه زحمتی یلدا جون، اینجا باید صبحونه رو کامل بخوری. میدونی یه صفت تو ما ایرونی ها هست، گاهی خوبه گاهی هم بده. میدونی اون چیه؟ نمیدونم والا. تعارف رو دربایستی؟ نه اصلا بحث رو دربایستی و اینا میدونم، اما مهم اینه که اسم این دوستت چی بود؟ ایرج. این عمو ایرج اومدیم به هر دلیل. این لیلای ما هم دخترمه هم حق مادری گردن من داره. خدا براتون نگرش داره.
اون حالی که دیشب شدی سابقه داره؟ بله، من در واقع برای مداوا اومدم اینجا. انشالله خیره. اگه اجازه بفرمایید ما بعد از صبحونه دیگه رفع زحمت میکنیم. مگه شما نگفتی میخوای بری بیمارستان دنبال رفیقت ها؟ بیمارستان جای بچه نیست، تازه به این راحتی هم تو راش نمیدن. اومدی ما ایرج به هر دلیلی نبود و تو نتونستی پیداش بکنی، چی میشه ها؟ من میگم شما برو به کارت برس، بذار این یلدا خانم هم با لیلای ما باشه، یه استراحتی بکنه. اگه رفیقت رو پیدا کردی بیا دنبال این خوشگل خانم. چی میگی بابا؟ قربونت برم، میمونی؟ هرچی شما بگی. با این حساب چند سال پاریس بودی؟ 5 سال. دانشجو دیگه؟ بله. با همین عمو ایرج بودی اون موقع؟ بله، ما با هم اومدیم. پس اشتباه نکنم شما پزشکی؟ اینجوری میگن. آخه چجوری؟ چجوری؟ چجوری شما 5 سال مدرک رو گرفتی رفتی ایران؟ به من وای نستادم مدرک بگیرم، رفتم ایران ادامه دادم. ببخشیم میتونم بپرسم چرا؟ اینو دیگه بعد از برادر عراقی پرسید. پس بیمارتونم رب به همون برادرهای عراقی داره؟ اصلا نگران دختر خوشگلت نباش، لیلا نمیذاره بهش بد بگذره. خدا براتون نگرش داره. این روسری قشنگ که سرش به اصرار شماست؟ نه، من اصراری ندارم، اعتقاد خودشه. خدا رحمت کنه مادرشو. خدا بیامرز. با اون خدا بیامرز رفته. میخوای باید بیام؟ نه خیلی ممنون، شما تشریف ببرین. پس هر رو یه سر به اداره پلیس میزنم واسه اون کیفت. زحمت نکشین، نیازی نیست، یه سری مدارک توش دارم که تو ایرانم میتونم تهیه کنم. فقط مهم پاسپورتم بود که الحمدلله تو جیبم بود. امیدوارم برای این رفیقت اتفاق نیفتاده باشه. میخوای بیام دنبالت؟ نه من خودم میام. خداحافظ. خداحافظ. Bonjour madame. Bonjour. Oui, le service de cardiologie. Au bout du couloir, monsieur. Merci. Au revoir. Bonjour. Est-ce que vous savez où est Dr Mojallal? Vous le connaissez? C'est un ami. Je crois qu'il est avec un patient. Attendez-le. Merci. Si cette situation reste stable jusqu'à demain matin, je pourrai envoyer partir. D'accord, merci. Merci. واقعاً متأسفم از اتفاقی دیشب افتاد. انگار همه چی دست به دست هم داده بود که من خیلی رجا این حرفا رو دیدمت خیلی خوشحال شدم. خیلی کتی چطوره بچه ها؟ خوبن؟ میدونی دیشب میتونم حدس بزنم دیشب چی شده. من این همه را نایمدم زندگی تو و کتی رو خراب کنم. احساس من این بود که بعد از این همه سال اون دست از عقاید مسخرش برداشته. ایرج بونجور. تو هم مثل من باباتو دوست داری؟ معلومه هر دختری باباشو دوست داره، منم بابام خیلی دوست دارم. من یه دنیا دوستش دارم. بابای منو؟ نه بابای
شوخی کردم باهات. ببینم این عروسک خوشگلت هم بابات واسات خریده؟ نه بابا، مامان خوشگلم برام فرستاده. فرستاده؟ آره، یعنی نه، یعنی داده مامان بزرگم تا بده بابا. از کجا اومد؟ از یه ده خیلی خوب که خودت هم همونجا داده. مگه مامان اسم شما ها زندگی نمیکنه؟ نه. چرا؟ بابا میگه چون خدا مامانو خیلی بیشتر از ما دوست داشته، اونو تو تبرده پیش خودش. مثل مامان من. بعد مامان کنی عروسک کوچولو برات نفرستا؟ چرا؟ منم قبلا یه دونشو داشتم. قبلا داشتی؟ یعنی الان نداری؟ نه دیگه، ندارم شاید. شرمنده. دستم به فراموشش کن. امشب بعد از کار میام دنبالتون، میریم براتون هتل بگیرم. من هم چند سال پاریس بودم، نگران نباش، هتل پیدا میشه. خب تا فردا که پروفسور بیاد خدافظ. راستی پولی که برای تواره کرده بودن شو اخوارت نماش کرده. دست درد نکنم، زحمت کشیدی. خدافظ. خدافظ. C'est quoi l'école? J'ai joué. Non, dans la classe. Ah, j'ai travaillé. Merci. Tu veux quoi? Des tomates. Le repas est servi, tu peux aller manger. J'ai pas faim. Ce n'est pas bien de laisser manger les enfants seuls. Rejoins-les. Un immense, immense vélo. Trop cool. Ouais. Tant qu'Esmaïl sera à l'hôpital, je ramène sa fille à la maison. Papa, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Yalda. Mais tu feras rien du tout. Et si tu es si triste que ça, amène-la au foyer. Mon ami d'enfance, mon meilleur ami, vient se soigner en France. Tu vas envoyer son enfant dans un foyer. C'est pas honteux. Écoute-moi bien, Iraj. Tu m'écoutes. Je ne vais rien écouter. Je ne veux ni sa fille, ni lui. En fait, papa, quel âge a-t-elle? خب، حالا شام بخوریم یا باز بگردیم؟ فرشته خانم خوشگل من میگه یه ریزه خیلی کم کوچولو موچولو گرست نشه. بابا خب، پس اول شام میخوریم. نه آقا اتفاقا یه رستوران لبنانی خیلی هم این دوربرا سراغ نه دیگه، اگه اجازه بدی ما قبل از شام رفع زحمت میکنیم. خسته شدی؟ اول میریم شام میخوریم، بعدش هم میریم خونه. تعارف نمیکنم آقای امامی، ما بعد بریم هتل. خب ببین نداره، صبر کن. هتل امامی و لیلا در خدمت شما و یلدا خانم کوچولوی خوشگل من. صد کم نشه. ولی باید ولی یعنی چی؟ ببین اگه می‌خواستی بری خونه اون رفیقت کی بود؟ اون آقای رج حرفی توش نبود، زبونم هم کوتاه بود. اما حالا با این شرایط به هیچ وجه اجازه نمیدم تشریف ببرید. کوچیک که شما هم هستم آقای امامی. آخه یلدا هم شبو با دیگه آخه نداره که. شما به امام کلی خوشحال میشید. من یلدام که با هم دوست. باشه، ما میریم هتل. ایشالا توی فرصت مناسبی حتما خدمت میرسیم. ای بابا اینجوری هست؟ اتفاقی افتاد آقای امامی؟ میخوام با حرف بزنم. انتظار نداشتی که جلو بچت با حرف بزنم ها؟ متوجه نمیشم. همه ی عمرت اینقدر لجباز و یدنده بودی؟ من خدای نکرده چیزی گفتم که به شما برخورده؟ خب معلوم بادم برمیخوره. خب مرد حسابی، چرا میخوای لاپوشونی کنی؟ ها؟ من سرد و گرم روزگار کشیدم، تو به امید یه رفیق اومدی پاریس برای معالجه، به خاطر وابستگیت به دختر خوشگل با محبتت اونم با خودت آوردی. حالا به هر دلیلی که من نمیدونم، نمیخوامم بدونم، نتونستی بری خونه رفیقت. همه ی اینا قبول، اما مرد حسابی تو فردا یا دو روز دیگه
قرار بستری بشی بیمارستان. دخترت میخوای چیکار کنی؟ ها؟ کجا بذاریش؟ یه پانسیون؟ بفرستش ایران؟ ها؟ من اونقدر کوچیک و کم به نظرت اومدم که نمیتونم بچه یه مرد ایرانی رو. میدونی چرا میگم مرد؟ برای اینکه من خودم رو روبروی مثل تو مرد نمیدونم. آقای مومین چه حرفی میزنین؟ من خواهش میکنم. خواهش نکن. نه خواهش نکن. من ادعا میکنم که ایرونیم. آره ایرونیم، اما برای مملکتم چی کار کردم؟ ها؟ خب حرفمو قطع کن. امروزم یه رفیق مردم اینجاست که منو لایق نگه داشتن بچهش نمیدونه. شنیدی حرفمو؟ حالا بیا بریم سوارش. بیا بریم براتون هتل بگیرم. آقای امامی خیلی مردی. یعنی چی؟ پیش ما میمونی؟ بهتره پیش دفعه کنی بعد را بیفتی. این کار تو شرایط من و تو یه کار احمقانه است. ایرا جان احمقانه است که آدم برگرده کشورش؟ من وقتی هم که اومدم قرار بود یه روزی برگردم، چه وقتی بهتر از الان؟ خوش کن خب برمیگرده دیوونه. مدرک تو بگی بر. بله اون موقع مدرک مال منه، ولی اونجایی که میخوام برم دیگه شاید مال من نباشه. شعار نده، این همه جوان قلورتر از تو اونجا. بله ولی بالاخره یکی باید باشه که مرهم رو زخمشون بذاره. این کار که ازم میاد. دستم اون دیسکو پلایش حقیقت منو بسنجی؟ دیدی حالا تو دیوونه ای؟ فقط یه چیزی ایرج، حالا که اینجایی حواست به کتی باشه. دختر خوبیه، تو هم براش مرد خوبی باش. Tu as décidé de t'en aller? Oui. Mais je te laisse pas partir. Je te laisse pas partir. Yalda. Yalda, Jumbo. Yalda, Aziz. آقا اسماعیل دلتون میاد بیدارش کنید؟ شما برید، من بهش قول دادم جای دیدنی پارسا ببرم نشونش بدم. زحمت میکشید، دست شما درد نکنه. راز پوکو سی تر دکتر ایل تا ان سورویانس مدیکال ان ایران. ان تو کاس لا سیتواسیون C'est très grave. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Docteur, s'il vous permet... Je laisse, docteur. C'est juste pour ma fille que je suis là. On ne peut pas changer le destin. Mais on doit toujours garder espoir. Je suis désolé, vous parlez français, vous? Ça change rien. Dites-moi, votre épouse vous accompagne dans ce voyage? Non. Elle est morte depuis longtemps. Je suis un vrai. Merci.
Bonjour, professeur. Est-ce que je pourrais avoir les dernières informations cliniques de Smaïl, s'il vous plaît? Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. بهت خوش میگذره خانم کوچولو؟ بله خیلی خوش میگذره. به این فرشته خانم خوشگلت چی؟ واسه آفرین. اونم میگه خیلی. ببین راستی به من نگفت این فرشته خانم تو چطوری حرفای تو رو به مامانت میگه؟ میگه دیگه. چی جوری میگه دیگه؟ چه جوری نداره خوب میگه. آها فهمیدم. یعنی با این بالای قشنگش پرواز میکنه میره تو بهشت حرفای تو رو به مامانت میذاره برمیگره. بالاشو اینطوری تکون میده؟ نه خیلی فرشته خانم من اصلا نمیپره. اه پس پره چی بال داره؟ فکر کنم که تو زیادی اینا لوسوها رو بردی. نگاه کن اگه اینا هر روزه کوچولو بندازی بالا. Il faut pas, il y a des voitures derrière. S'il vous plaît, monsieur. Il faut pas, il y a des voitures derrière. S'il vous اجازه هست؟ این دختر من داره گریه میکنه؟ آره چرا؟ این فرشته کوچولوی من الان کجاست؟ حتما داره گریه میکنه. نمیدونم شاید ولی نه به اندازه فرشته کوچولوی من. بابا نگران نباش قربونت برم. نگران نباش پیدا میشه. من میدونم پیدا نمیشه. اونا با پیرمرد برد. حالا من چجوری هر ماه به مامان جنا سیزم پیدا میشه قربونت برم. خواهش میکنم منو ببخش. On est arrivé, papa? Je pense que oui. Paye moi j'ai un امروز وقتی اومده بودم بیمارستان بچه هم عروسیگش براش همه چی شد. بچه هم با چه شوقی اومدن اموز ببرنش یلده به پارک بازی. بهش خوش بگذره. اینم چای لبدوز لبسوز درجه یک ایرونی برای دو تا رفیق قدیمی و البته صمیمی. چیه؟ امو اسماعیل خوابه نمیاره؟ شما رو هم بدخواب کردم. نه بابا راحت باش. قهوه میخوری؟ نه ممنون میل ندارم.
آقای امامی، میشه ازتون یه خواهشی بکنم؟ بفرمایید. من تو این سالا به خاطر دخترم یلدا خیلی تلاش کردم که زنده بمونم، اما خب واقعیت اینه که عمر دست خداست. قسمتم این بود که این خواهش رو از شما بکنم. من همه جوره در خدمتم. بگو. اگه معالجم جواب داد و به سلامت از اینجا رفتم که هیچ، اما اگه حرفا چی میزنی مرد حسابی؟ نه آقای امامی، اجازه بدین خواهشم بکنم. بفرمایید. اگه صلاح خدا غیر از این بود، یه بسته تو ساکم دارم که خواهش میکنم اونو اون موقع باز کنید. چشم، رو چشم. ولی آخو گفتین تعارف نکنیم، اینجوری بهتر. ممنونتونم. بابایی. بله بابایی. منم اندازه تو که بودم یه چیزی بود که خیلی دوستش داشتم. چی بابا؟ یه تیله، یه تیله بزرگ شیشه ای. چرا انقدر دوستش داشتی؟ چون فکر میکردم از پشتش همه چیز شفافتر و روشنتر میبینم. تو هم مثل من اونو گم کردی؟ من بابا دادنش به هم کلاسیم که اینکی بود. خوش به حالش. حالا من چجوری حرف آن به مامانیم بزنم؟ پیدا میشه دخترم، پیدا میشه. من از بیمارستان که اومدم میریم با هم میگردیم پیداش میکنیم. شما زود از بیمارستان میای؟ آره عزیزم، خیلی زود. قول میدی؟ آره بابا قول میدم.
j'ai trouvé cette poupée dans la rue, je pensais pas qu'elle pourrait t'intéresser. Suzanne, ce petit ange est descendu du ciel pour nous. C'est merveilleux. سلام چی؟ یلدا تو مگه میدونی اتاق بابا چنده؟ نه چنده بابا اتاقش رو چنده؟ امو جون چهار تا اتاق میشماری سمت چه؟ قربونش برم من Pio. Suzanne est à la maison. Non, il est au parc.
comme d'habitude. Elle regarde les enfants jouer. Bonjour, vous voulez un café? S'il vous plaît. Tu sais, des fois j'envie Suzanne. Pourquoi? Parce que j'ai pas la chance d'avoir un mari comme toi. Qui est bête. Non mais je suis sérieux, votre amour est exemplaire. Tu sais Paul, c'est peut-être plus que de l'amour. Quand on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'on aime très fort. Sinon, c'est de l'affection. Moi, je suis pas amoureux de Suzanne. Je l'aime comme un fou. Je vous l'avais dit, il y a de quoi dire. بازم که اخمات تو همه. مگه شما به بابات قول ندادی ها؟ بابا شما داری کجا میری الان؟ شما رو میزنم خونه، میرم جای کار دارم، شب برمیگردم. چطور مگه؟ آخه من و یلدا خانم که نمیخوام بریم خونه، میخوام بریم یه کوچولو پارک هوا بخوریم ها؟ N'aie pas peur, ma chérie. N'aie pas peur. Lila, il faut nous m'en scoudre. Jeanne. N'aie pas peur. Jeanne. بابام راست گفته. فکر کنم نظامی بوده نه؟ کی؟ همه آقاه دیگه. فکر کنم میشناسمش. اگه اشتباه نکنم. اوه، c'est froid. J'ai préparé du café. Oui. Permettez-moi de me présenter. Georges Fontaine,
Général Fontaine. Je vous connais. Enchanté. Je vous en prie. C'est votre fille? Oui. Elle est jolie. Merci. Après le café, j'aimerais vous parler en privé. Oui. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux. Non. Vous m'avez dit que Yalda. Oui, Yalda. Vous êtes son père? Non. Je peux voir ses parents? Désolé. Sa mère est décédée. Et son père est à l'hôpital. Il est irradié. D'où venez-vous? Iran. Ah oui. La guerre contre Saddam Hussein. Oui. Je voudrais voir son père. Pourquoi? Depuis la mort de ma fille pendant la guerre, ma femme est prostrée. Et quand elle a vu Yalda, elle a été bouleversée. C'est un miracle. Elle recommence à vivre. C'est Suzanne qui joue. Après 40 ans. Merci, mon Dieu. Monsieur, ma démarche peut vous paraître singulière. Si ma fille était encore vivante, il est certain que je ne l'aurais pas faite. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il me semble que vous pourrez accéder à ma demande. Monsieur, mon Dieu. Monsieur, ma mère.
Mais du coup, vous... Il y a quelques années, j'étais encore un militaire de haut rang. Général 3 étoiles. Mais vous savez, le nombre d'étoiles que porte un militaire n'a rien à voir avec les valeurs militaires. C'est pendant la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale que j'ai appris à devenir un homme. Et je sais que nous partageons les mêmes valeurs. Oui, c'est la même douleur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'admire votre courage et votre abnégation pour la défense de votre patrie. Je sais aussi que vous luttez contre la mort. Je n'ai fait que mon devoir. Je vous fais confiance. Je vous vois. Vous êtes un véritable héros. Au début de notre conversation, j'étais sûr que vous accepteriez ma demande. Parce que nous partageons la même douleur. Nous avons connu les mêmes horreurs. Et d'ailleurs, chaque fois que je pense à ma fille, je la revois encore. Suzanne, mon épouse, ne s'en est jamais remise. Alors quand elle a vu Yelda, ça a été un vrai miracle. Vous savez, je ne sais pas si je suis éveillé, si je rêve, mais j'ai vraiment l'impression que Yelda va aider mon épouse à revivre. Tenez. Voilà la photo de Jeanne. Elle vit en moi. Elle vit avec moi. J'accepte. Vous savez pourquoi ? C'est la volonté de Dieu. J'espère que cet acte sauvera votre épouse. J'accepte. Viens, ma princesse. Suzanne, Yelda vient passer quelques jours à la maison. Tu es contente, ma chérie ? Jeanne. Oui. Jeanne. Viens, ma chérie. Bonjour, viens, ma chérie. Oh. Bienvenue à la maison. Comment tu m'as reconnu ? C'est le même parfum. Qu'est-ce que tu es sentimentale ?
La société exige que je sois triste de voir un homme souffrir. Mais ça n'est pas le cas. Je suis indifférente. D'avoir une fille. Mais de devoir en être séparée. Maintenant, tu peux comprendre ce que j'ai ressenti. Au nom de convictions absurdes, tu m'as rejetée. Moi qui t'aimais tant, je t'adorais. Et toi, tu as brisé ma vie. Tu as piétiné mon amour. Tu as anéanti mon existence. Sois damné. Sois damné puisque j'ai un mari, des enfants. Cathy. Cathy, elle est morte. Cathy, elle est morte depuis longtemps. Elle est morte quand tu es partie. J'aimerais avoir un peu d'amour. Un peu. Pour te tuer de mes mains. Et abréger tes souffrances. یعنی چی؟ میخوام برم. بری کجا؟ میخوام برم. با این حالت امکان نداره. منو که خوب میشناسی، میدونی که نمیتونی جلو بگیری. کنم همینجاست. لطف کردی. خدافظ. این کل شقی چون مثل همون دفعه که یهو تصمیم گرفتی از پاریس بری، یادته؟ درست میگی. چون این همه دامه مرزا هستم. امیدوارم باز ببینمت. دوستی همیشه دوست داشتنی. همیشه. برو یه رو بردارم خونه ما. خدافظ. یلدا، یه وقت که یلدا جون بابایی قربونت برم. سلام بابایی. سلام دخترم. خوبی بابایی؟ آره عزیزم خوبم. بابایی جان حالت خوبه؟ خوب شد؟ خوبه خوبه خوبی. بابایی پس میتونیم با هم نگه بریم ایران؟ آره بابا میریم. سشته جون باور میشه بابایی اومده؟ بله من ایپوز سوزان. بونجور انشانته. بیانوی جنو. بابا یه دقیقه بیا. بابا یه دقیقه بیا. جنو زن پریز مامانه. ایل بیان شرشه یلدا. بابای جونم یه دقیقه سشته به هم گرم داری؟ چه کار میخوای بکنی بابا؟ میخوام یه آهنگ خوشگل برات بزنم. سوزان یادم داده. ژاپو جوه سوزان؟
Ismaël, toute ma vie, je me suis battu contre les ombres, comme toi. Et la lumière ne brillait jamais. J'étais fatigué de tous ces efforts accomplis chaque jour. Et j'arrivais pas à les surmonter. Même le soleil n'arrivait pas à calmer mes sens. Je criais, je hurlais, personne ne m'entendait. Même la douleur et le chagrin de Suzanne ne pouvaient rien changer. Et pourtant, elle était patiente. Rien n'arrivait à réanimer mon cœur triste et fatigué quand je vous ai rencontré. Ismaël, toi et ta fille, vous êtes descendus des étoiles pour Suzanne et Georges. Ismaël, ta présence a la couleur de l'espoir. Un jour, tu m'as dit, Dieu, quand il s'intéresse à quelqu'un, il en fait son principal ami. Mais c'est pas aussi facile, hein, il y a aussi des contraintes. Et un autre jour, tu m'as dit, Dieu n'est qu'amour. Dieu aime toutes les créatures. Là, j'étais bouleversé. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais plus peur. J'avais trouvé la vérité, la lumière. Ismaël, grâce à toi, mon âme est revenue vivante. Merci. Ismaël? Ismaël? Était un soldat, un héros, un combattant de la paix. Garde-vous! Aux morts!